سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشید. امروزم با یک مکالمه دیگه در خدمتون هستیم. امروز میخوایم توصیف کنیم که چطور بگیم این زن زندگی منه. بریم با هم ویدیو رو ببینیم. خب همینطور که میبینید تو تیتر نوشتم چی؟ لفم دوموی، یعنی زن زندگی، یعنی زنی که میخوام باهاش زندگی کنم. حالا به قول مرد یک مفهوم عاشقانه داره. اول یه دیالوگ کوتاه براتون نوشتم بین دو نفر چه اصطلاحاتی میشه استفاده کرد و بعدش چند تا لغت یا به هر حال چند تا جمله‌ای که شما میتونید در موقعیت مختلفش استفاده کنید. بونوا علی اکون کومو سا سه پاسه اوک سارا علی، یعنی برو بگو دیگه. مثلا اینطوری میخواد بگه اکونت، یعنی برام تعریف کن. کومو سا سه پاسه اوک سارا، یعنی با سارا چطور گذشت. پس چی میشه؟ کومو سا سه پاسه اوک سارا، زمان گذشته است. پیر، حالا یک فرد دیگه که داره باش مکالمه میکنه، میگه ستون فم اومرکابل سدویزانت الا ان شارم فو. خب ستون فم قمخکب، قمخکب یعنی چی؟ یعنی کسی که ستون فم، یعنی یک زن قمخکب، یعنی قابل توجه، یک زنی که خیلی قمخک که میکنم چیزی، یعنی تأکید کردن، تأکید روی یک چیزی. حالا وقتی که میگیم یک فم قمخکبله، یعنی خیلی مرکز توجه، یعنی زنی که خیلی مورد توجه من قرار گرفته. خب اینجا کلمه سدویزانت به معنی اغوا کننده، یعنی کسی که میتونه منو اغوا کنه، کسی که حالا اینجا معنی منفی میتونه نداشته باشه، حالا بیشتر معنی حالا مثبتی داره. سدویزانت الا ان شارم فو، الا ان شارم فو یعنی چی؟ یعنی یک به قول معروف یک حالا افسونگری، یا میشه گفتش که یک به قول معروف شرم داشتن کسی، یعنی کسی که جذابه در نهایت. حالا عتیقان میتونیم بگیم، ولی خب اینجا معنی جذابیت نه، کسی که وقتی شما میبینید باعث میشه که جذبش بشه. حالا میتونه به خاطر زیباییش باشه، میتونه به خاطر حالا بعض وقتا میتونه ویژگی دیگه هم باشه، ولی اینجا معمولا بحث زیبایی مطرحه. بونوام ای اون پلوس ال تری بل. خب اونو میگه حالا به جز اینا خوشگلم هست، ال تری بل، خیلی زیباست. پیر میگه چی؟ سون با لو پلو امپورتون، یعنی مسئله مهمترین مسئله برای من این نیست. ال انتلیجنت کولتیوه اوورت ال ا لر تری دبرویارد، یعنی چی؟ ال انتلیجنت یعنی خیلی باهوشه، کولتیوه یعنی کسی که آدم فرهنگیه، اوورت، اوورت منظورش آدم بازیه، آدمیه که حالا بازی منظورش اونجا از نظر پذیرش ایده های جدید آدم بازی میگیم. اله و حالا ایله اوورت یا اله اوورت. اله لغ به نظر میرسه تخه دبوغیارد، یعنی خیلی به نظر مدبر میرسه، کسی که میتونیم حالا میگیم دبوغی تو ها. اینجا یعنی چی؟ یعنی مدیریت کردن، بتونی تدبیری برای چیزی بیانشی. اینجا وقتی که میگیم تخه دبوغیارد یعنی خیلی مدبره، به نظر خیلی مدبر میرسه. خب بونو چی میگه؟ وی دکار م کسکو ووز او ف، میگه خب اوکی باشه، چیکار کردید؟ کسکو ووز او ف. پیر میگه چی؟ نوز اون بکو پرله، خیلی با هم صحبت کردیم. به اونم اونجه او رستوران، خیلی با هم صحبت کردیم و توی یک رستوران با هم قصا خوردیم. خب حالا من خواستم اینجا یه لغت هایی رو، حالا قمخکب، سدویزانت یا مثلا انتلیجنت، یعنی ویژگی هایی که شما در مورد یک فرد میتونید بگید وقتی که میخواید توصیفش کنید. خب حالا اینو در قالب مخالفه براتون آوردم. حالا اینجا در ادامه براتون، حالا شما میخواید یک کسی رو توصیف کنید، شاید نخواید همیشه مثبت باشه. حالا البته من تیتر گذاشتم لفم دموی، یعنی خب اینجا بود مثبت داره، ولی حالا براتون ویژگی های مثبت و منفیشو چند تاشو براتون در ادامه ویدیو میخوام بگم. ال مختل یعنی چی؟ این اصطلاحی بیشتر شاید میشه گفتش که دوستانه است یا فامیلی است و بیشتر رایجی که میشنوید. ال مختل یعنی چی؟ ال تخبل یعنی مختل، یعنی اینقدر زیباست که مثلا میتونیم براش بمیریم، همچی حالتی میخواد بگه، ولی معادلش اینه که ال تخبل. یا میتونیم بگیم ال انتلیجان، اگر که حالا دیگه مذکر داریم صحبت میکنیم. ال دو تالون، ال دو تالون یعنی چی؟ یعنی که تالون یعنی استعداد داره. حالا میتونیم بگیم در یک زمینه استعداد داشتن. حالا یا میتونیم به صورت ژنرال بگیم ال دو تالون، یعنی آدم با استعدادیه. ال آن اس یعنی چی؟
Elle est très forte. Elle est en as, یعنی خیلی آدم قویه. حالا این قوی بودن میتونه بیشتر قوی بودن فکری باشه تو اون کاری که میکنه. به قول معروف یک آدم با تجربه میتونه باشه. منظورش بیشتر اینه. Elle est bien élevée یعنی خیلی خوب تربیت شده. C'est une personne exemplaire. Exemplaire یعنی چی؟ یعنی یک آدم به قول معروف میگیم این آدم exemplaire یعنی میشه به عنوان example یعنی مثال یعنی میخوایم بگیم که نمونه است. یعنی اینقدر این آدم خوبه که به عنوان نمونه میشه بهش رجوع کرد. پس میگیم چی؟ C'est une personne exemplaire. Il fait tout comme il faut. این خیلی اصطلاح رایجیه. Il fait tout comme il faut یعنی کارو اونطوری انجام میکنه که باید. خب مثلا میخوام بگیم طرف چطوری بود در کلیتش، میگیم il fait tout comme il faut، هم کاری میکنه که باید بکنه، دقیق درست انجام میده کارشو. خب جمله بعدی c'est une personne tolérante. tolérante یعنی مدارا کننده، کسی که اهل مداراست، یعنی شما رو میشنوه، یعنی آسانه تحملش، چیزی که شما رو گوش میکنه، مدارا میکنه با شما. c'est une personne compréhensive یعنی چی؟ یعنی کسی که آدم با فهمیه، به قول معروف فارسی هم میگیم با فهم و شعوره. خب پس چی میگیم؟ c'est une personne com، اینجا ببینید صدای امیده، compréhensive. خب حالا اینا ویژگی‌های مثبت بود، من چند تا ویژگی‌های منفی هم براتون نوشتم. خب چی نوشتم؟ appréciation négative. خب اپریسیشن یعنی وقتی که داریم از ویژگی‌های منفی صحبت می‌کنیم. اپریسیشن منفی. ایله شلوس، اینو خیلی میشتم. ایله شلو یعنی چنیل بیزار. این خیلی بین جوانای نسل جدید مثلا میشتم. نمیگیم ایله بیزار یا ایله اترانج، میگیم ایله شلو، یعنی رفتاراش عجیبه، بیشتر منظور رفتاراشه. یا میگیم ایله قلو. ایله قلو یعنی چی؟ یعنی که کسی که به قول معروف لوغ سنگینه، یا به قول معروف انسوپورتابل، غیر قابل تحمله. حالا اینکه چه جوری توصیف بدیم تو فارسی به چه چیزی، به حال اینجا حال معنی لوغ هم میده، معنی سنگین بودن، از نظر اینکه رفتاراش جوریه که غیر هم دیگه براتون نوشتم. ایله انسوپورتابل یعنی قابل تحمل نیست. حالا هر چیزی میتونه برای کسی غیر قابل تحمل باشه. اینجا شما وقتی که کسی براتون غیر قابل تحمله میتونید استفاده کنید ایله قلو. این نه پا تریبل حالا با اینکه اینجا منفیه، منظورش اینه که خیلی آدم جالبی نیست. این نه پا تریبل یعنی خیلی جالب نیست، خیلی خوب نیست به قول معروف. خب اصطلاح بعدیم که خیلی رایجه و بین جوان ها مثلا میشنویم سپا میسموند، یعنی چی؟ یعنی خیلی خوشگل نیست. این نه پا اسپسیالمون بل. خب منظورش میسمو، منظورش اون دختر شایسته که حالا تو جهانه، مثلا میگه اون نیست، یعنی حالا به قول معروف آمیانش میشه چی؟ il n'est pas spécialement belle. خب جمله بعدی چیه؟ il est insensible یعنی چی؟ حالا این ترم من با این ای براتون پیوند دادیم، میتونید هم ندید، اجباری نیست. il est insensible، حالا اینجا sensible داریم، اینجا حالا کلمه insensible داریم، یعنی کسی که بی احساسه. خب اینم کلمه که خب خیلی ما تو فارسی استفاده میکنیم، میگیم که طرف بی احساسه. il est insensible. il est insensible. خب جمله بعدی c'est une personne fermée. خب ما یعنی جمله متضادش که مثبت بود و گفتیم او وقت یعنی باز، اینجا فرمه یعنی کسی که آدم بسته ایه، تو فارسی هم میگیم آدم بسته ایه، کسی که خیلی پذیرای ایده های نو نیستش. و الینول یعنی حالا اینو خیلی معنی های متفاوت میده. نول یعنی هیچی، قیان یعنی به قول معروف صفر. حالا اینو ما تو جای مختلف میشنم، میگیم الینول یعنی که هیچی نیست، یعنی تو هر چیزی یعنی هیچه، صفره، هیچ کاری بلد نیست یا هیچ کاری درست انجام نمیده. حالا میشنویم که اینو خیلی هم فرانسه استفاده میشه. خب دوستان، امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و بتونید از این جمله ها برای توصیف به هر حال معشوقتون استفاده کنید. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.